سلام بیننده های عزیز، به هنرکده همدرد خوش آمدید. هنرکده همدرد سالیان متمادی هست که در ولسوالی جاغوری بازار سنگ ماشه فعالیت دارد و ده ها تن از دانش آموزان در مورد کسب هنر از این هنرکده فارغ شدند. قسمی که شما میبینین تابلوهای خطاطی و نقاشی از جمله دستاوردهای هنرکده همدرد است. امیدوار هستم که این هنرکده برای همیشه در خدمت هنرآموزان ولسوالی جاغوری قرار داشته باشند و هنردوستان بتوانند بهره کافی را از این هنرکده ببرند. با ما باشین، ما با مسئول این هنرکده میخوایم بیشتر صحبت کنیم که امروز وضعیت هنر در ولسوالی جاغوری چگونه است. هنرکده همدرد کانون علمی و فرهنگی و آموزشی هست در بازار سنگ ماشه و سالهای خیلی زیاد میشه که در راه ترویج فرهنگ و هنر در این مرزوبان فعالیت کرده و فعالیت داره و ما فکر می‌کنم هنرکده همدرد تنها یک کورس آموزشی نیست، بلکه یک کانون فرهنگی است، یک مکتب هنری و آموزشی است. خاوری میدیا از جمله رسانه‌هایی است که بیشتر با محتویات برنامه‌های فرهنگی و هنری در خدمت بیننده‌های عزیز قرار دارد و امروز هم ما به هدف ترویج بیشتر فرهنگ و هنر این گزارش را می‌خوایم تهیه کنیم و تقدیم حضور شما بیننده‌های عزیز داشته باشیم. محترم آقای آرمین همدرد کسی است که سالیان سال در ولسوالی جاغوری در بخش هنرآموزی در خدمت مردم شریف این ولسوالی قرار داشته. میخوایم بیشتر امرای خودش در رابطه با وضعیت امروزی هنر گفتگوی داشته باشیم. آقای همدرد، به مصاحبه ما بسیار خوش آمدید. خوش باشین، سلامت باشین. اولا ما یک سلام و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی بزرگوار و همچنان خدمت همکاران شم و چینل یوتیوب خاوری میدیا، همچنان خدمت تمام بیننده های گرامی که مورا از این چینل بیننده هستند. دیگه خوش آمدین در هنرکده. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین. آقای همدرد، در ارتباط فعالیت های هنری و خصوصا در بخش خطاطی و نقاشی بگوییم که با وجود تحولات در سطح مملکت یک سری تغییرات در خیلی کارها با وجود آمد. میخوایم به ارتباط کار شما بیشتر بشنویم که علاقمندان شما هنوز هم هستند و رونق فعالیت های هنری را چطور میبینید؟ آقای احمدی، در رابطه با آمدن طالبان یا دولت جدید فعلی که عالی سرکار است، میخوایم بگوییم که از وقتی که اینا سرکار شده، گرچن ما راضی هستیم از دولت، خیلی هم خوب است، اما در بخش هنر خطاطی و نقاشی یک مقدار مردم نسبت به سالهای گذشته کم توجه تر شده. شاید هم به خاطر کمبود اقتصاد باشه یا شاید هم به خاطر مانع هایی که از سوی دولت هسته، به خصوص در بخش اوناست که اونا اجازه رفتن به کلاس ها را دلیر یا شجاعانه ندارم، به مخاطر شاید یک مقدار تغییرات هم در زخده. برای آقای همدرد، هنر خب هنر است، جایگاه خود دارد در هر بخشی که باشد، اما میشه علاقمندان را به دو قسمت تقسیم کردیم، خصوصا در هنرکده همدرد. تعداد ممکنه علاقمند هنر نقاشی باشند و تعداد هم خطاطی را دوست باشند. در همه جریان و سالهایی که شما فعالیت داشتین، بیشترین علاقمندان شما چه کسایی بودن؟ آیا کسایی بودن که بیشتر دوست داشتن نقاشی را یاد بگیرن یا اینکه رفتن به طرف خط نویسی و خطوط نصب علی خان مثال زن را یاد بگیرن؟ در رابطه با نوع شاگرد، ما حدود سالهایی که در جاغوری کار کردم، زیادتر میتونم بگیم بخش اوناس، خصوصا در بخش نقاشی علاقمندی زیادتر دارن و بخش ذکور بچه ها زیادتر در بخش خوشنویسی با قلم علاقمندی زیادتر هستن. تا حالا چقدر دانش آموزان شما یعنی که به ثمر رسیدن، نه اینکه فارغ شدن، چون از هنر نمیشه فارغ شدن، به ثمر رسیدن؟
شاگردای زیادی را آقای احمدی ما تانستم که در اینجی داشته باشو و بعضی های از اونا البته با تشویق خانه خودیم و علاقمندی خودشان در یک جایی رسیدن، اما نه جایی که واقعا باید می رسیدن. او هم به خاطر شاید کم توجهی اجتماع مردم نسبت به هنر نقاشی و خطاطی است. البته این را هم آدم می تونه بگه که کم توجهی و هم می تونه بگه که یک چیز واقعیت. واقعیت به خاطر از اینکه هنر خطاطی و نقاشی آدم نمیتونه بگه که کسب یا شغل، فقط یک هنر یا یک چیزی که داشته های ذهنی، یعنی آدم میتونه فقط یک هنر که توسط از او آدم میتونه توسط هنر امو سرگرمی ها و امو علاقمندی های خوره داشته باشه، اما کسب یا شغل نمیتونه آدم بگه، خصوصا در جامعه جاوری و من خاطر علاقمندی مردم و اعظم شاگردای پیج بودن کمتر است. بله. با وجود چند مشکل، یکی خب دانش آموزان، هنر آموزان و علاقمندان به هنر نقاشی و خطاطی کم شده و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی هم به شکل خوب نیست در جامعه امروزی، میخواین ادامه بدین آینده ها رو چطور میبینین؟ روزی که هنر خطاطی و نقاشی را در جاغوری شروع کردم به نام هنرکده همدرد، تصمیم بر از دیگه گرفته بودم که چون از محیط جاغوری، از زادگاهی که می جا پیدا شدم، خوشم میاد، علاقمندی به ایر دروم که در میجه تا آخر عمر زندگی کنم. دیگه خیلی علاقمند به ای بودم که انشالله بتونم تا آخر عمر همینجا زندگی کنم، با همی هنر سپری کنم، با همی هنر که دارم برای مردم ای را گسترش بدیم و مردم را قدرزی هنر آشنا کنم. و فعلا هم تا جایی را که همی آرزو و همی امید در دیر من است، انشالله اگر شونه، اگر این مردم زیادتر برن درباره نقاشی خطاطی مطالعه کنن، بعد از او بیتنن آینده ایزی را بشناسن و باین در کنار از ما بیتونیم این هنر نقاشی را دمی جاغوری بیتونیم مثل دیگه جای ها مثل کویتا و کابل و شهرهای بزرگ اینجا ترویج بدیم. انشالله که همی آرزو رو دارم که تا آخر در خدمت از این مردم باشیم. بله. دوستای عزیز، هنر به عنوان یک پدیده بسیار ارزشی در جامعه امروزی مطرح است و بیشتر قابل بحث است و میشه که روی کارهای هنری بیشتر از همه هم سرمایه گذاری کنیم و هم فعالیت داشته باشیم. خب بسیار خوب، در پایان این گفتگو میرسیم. یک بخشی از فعالیت های هنری شما برمیگرده به سنگ نوشته ها. بله. چطور بود این بخش از کار؟ آقای احمدی صاحب اونویشی برمیگرده به کسب و شغل و کسب و کار گفته مردم. تا جایی را اگر بگیم او بد بوده نبوده، اما در طول از این سال هم که تنستم هنرکده خیلی در جاوری روی پای ساد کنم و کمک سنگ حکاکی روی سنگ بوده، زیادتر مردم او را علاقه دارن، او یک چیز ضروری مثلا مردم زیادتر رو نمور ما درآمد و کرای دکان و معاش و مسائل خانه را از او طریقه زیادتر پیدا کنم. بسیار تشکر آقای همدرد که امروز ما مصاحبه کردیم. در واقع وجود شما به عنوان یک سرمایه هنری و فرهنگی ضرورت مبرم پنداشته می شود تا در جامعه باشیم و برای خدمتگذاری بخش هنر و توسعه هنر بر مردم خود کار کنین، اما متاسفانه که گاهن روزگار به ما خیلی یاری نمی کنن. با آن هم سپاسگزارم شما که این فرصت به ما دادین. در اخیر اگر کوتاه گفتنی داشته باشیم ما در خدمت هستیم. گفتنی اول همی که واقعا تشکر میکنم از شما آقای احمدی بزرگوار، همیشه در خدمت از این مردم بودین و به دیز این مردم خدمت کردین و همچنان تشکر از خاوری میدیا همکارای شما و تشکر از بیننده های گرامی که ما را تا آخر از این برنامه بیننده بودن. گفتنی خاص بر مردم از این که ما را از همی چینل یوتیوب خاوری میدیا میبینن گفتنی خاص نمیتونم داشته باشم، اما یک خواهش من از اونا دارم که لطفاً درباره هنر، خصوصاً خطاطی و نقاشی که مسلک خودم است، بیشتر و بیشتر مطالعه کنین، آگاه شوین تا بتونیم که هنر خطاطی و نقاشی را
در جاغوری زیادتر ترویج بدیم و این هنر را به دیز مردم معرفی کنیم تا از آینده و کار از دین نقاشی مردم آگاه بشن. بسیار تشکر از شما. تشکر. لطف دارید. دوستان عزیز، زندگی با تمام پدیده‌ها، داشته‌ها و نداشته‌هایش زیبا هست، اما زندگی با هنر زیباتر می شود. زمانی که ما بخواییم زیبایی‌های طبیعت، زیبایی‌های انسان، زیبایی‌های ماورای زندگی یا محیط خود را به تصویر بکشیم و لحظه‌ای به طرفش بینگریم، نگاه کنیم، در واقع او انعکاس‌دهنده خوبی‌های زندگی می شود. امیدوار هستم که هنر هرچی بیشتر در جامعه ما رونق پیدا کند، گسترش و توسعه یابد و شاهد ایجاد بیشترین مراکز هنری آموزشی و در مجموع بخش فعالیت های فرهنگی را ما در جامعه شاهد باشیم. با امید آن روز شما را به لای پاک می‌سپارم و گفتگوی هم که داشتیم آقای آرمین همدرد بود، مسئول مرکز آموزشی و هنرکده همدرد در بازار سنگ ماشه. سپاسگزارم از آقای همدرد که تا لحظات آخر در قسمت آموزش هنر با مردم خود بوده و من بعد امیدوار هستم که این را ادامه پیدا کند. تا آن وقت خدا نگهدار شما.